به نام خداوند و با عرض سلام به مجموعه خبری 8 شب خوش آمدید. سرخط خبرها. قطعی نبودن پیروزی نظامی طالبان از دید آمریکا. به نظر می رسد گروه طالبان در تهاجم گسترده در سراسر افغانستان از یک شتاب استراتژیک برخوردار هستند. حملات را شدت بخشیده، مناطق زیاد را تصرف کرده، اما هنوز هیچ کدام شهر مهم را تصرف نکرده. شدت گرفتن نبردها در سومین روز عید و وارد شدن تلفات به دو طرف جنگ. عملیات به شکل سازماندهی شود که کوچه به کوچه بریم، فقط همون کوچه یک نفر رو بزنیم، نه سلاح سکیلر استفاده کنیم. نگرانی رسانه‌های آمریکایی از تهدیدها بر جان خبرنگاران افغان. جان باختن 33 تن از اثر بارندگی و سیلاب‌ها در چین. و کاهش کشت برنج در ولایت هرات. مشروع خبرها. مارک میلی رئیس ستاد مشترک ارتش آمریکا میگوید که مرکز بیش از نصف ولسوالای افغانستان در کنترل طالبان است. رئیس ستاد مشترک ارتش آمریکا هشدار داده که با توجه به پیشرفت‌های اخیر طالبان احتمال این وجود دارد که طالبان از راه نظامی کنترل افغانستان را در دست گیرد، اما این مقام ارشد نظامی آمریکا اطمینان می‌دهد که پیروزی نظامی طالبان قطعی نیست و این گروه هیچ کلان شهر افغانستان را در تصرف ندارد. در همین حال وزیر دفاع آمریکا می‌گوید که قرار است تمام نیروهای آمریکایی در پایان ماه آگوست از افغانستان بیرون شوند. در آخرین روزهای حضور نظامی آمریکا در افغانستان، مقام‌های ارشد پنتاگون پیشروی طالبان در میدان جنگ افغانستان را تایید می‌کنند. مارک میلی رئیس ستاد ارتش این کشور می‌گوید که طالبان بر نیمی از مرکز ولسوالی‌های افغانستان تسلط پیدا کردند. به نظر می رسد گروه طالبان در تهاجم گسترده در سراسر افغانستان از یک شتاب استراتژیک برخوردار هستند. حملات را شدت بخشیده، مناطق زیاد را تصرف کرده، اما هنوز هیچ کدام شهر مهم را تصرف نکرده و نیروهای دولتی برای حفاظت از ساکنان شهرهای بزرگ در حال انسجامند. این جنرال بلندپایه آمریکایی باور دارد که نیروهای امنیتی افغانستان توانایی دفاع از کشورشان را دارند، اما به گفته او شمار این نیروها برای پیروزی در میدان جنگ کافی نیست. آینده افغانستان به طور کامل در دست مردم افغانستان است و نتایج مختلف در افغانستان وجود دارد. من می خواهم بگویم و پیش از این هم بارها گفتم که نتیجه منفی تسخیر خودکار نظامی توسط طالبان یک نتیجه فراموش شدن است. ما وضعیت را از نزدیک دنبال می کنیم و در صورت نیاز تنظیمات را انجام خواهیم داد. در حال حاضر آمریکا مسئولیت تمام پایگاه‌های عملیاتی در بیرون از کابل را به دولت افغانستان سپرده است. لوید آستین وزیر دفاع آمریکا میگوید که روند خروج نیروهای این کشور از افغانستان ادامه دارد و قرار است این روند تا پایان ماه آگوست به پایان برسد. ما 4 ماموریت کلیدی در افغانستان داریم. ما متحد به حفاظت از حضور دیپلماتیک خود در افغانستان هستیم. 2 پشتیبانی ما از نیروهای امنیتی و دفاعی افغانستان. 3 مشوره‌دهی به وزارت‌های امنیتی افغانستان و جلوگیری از ظهور دوباره گروه‌های راست‌افغان جهانی در این کشور. در اوج درگیری‌ها و دست به دست شدن اداره ولسوالی‌ها میان نیروهای وابسته به حکومت و طالبان، رئیس جمهور غنی گفته که بر بنیاد یک طرح امنیتی در 3 تا 6 ماه آینده وضعیت جنگ به سود نیروهای حکومت تغییر خواهد کرد. در سومین روز عید بخش‌هایی از کشور گواه نبردهای شدید میان طالبان و نیروهای امنیتی بود. منابع محلی در ولایت‌های کاپیسا، هلمند، غزنی و بغلان می‌گویند که طالبان شب گذشته بر شماری از پاسگاه‌ها و مراکز ولسوالی‌ها حملات انجام دادند. در این میان 4 خیزش کننده مردمی شب گذشته در جنگ با طالبان در ولسوالی نجراب کاپیسا جان باختند. از سوی هم منابع محلی در هلمند از افتادن ولسوالی‌های مارجا و گرمسیر به دست طالبان خبر دادن. جزئیات بیشتر در گزارش از اکبر لودین.
در 30 روز عید یک بار دیگر نبردها میان طالبان و نیروهای امنیتی شدت گرفت. از جمله اینجا در ولسوالی نجراب کاپیسا، طالبان پس از تصرف ساختمان ولسوالی اکنون در دره‌ها با مقابله مردم محل روبرو شدند. شب گذشته در همین درگیری‌ها 3 خیزش کننده مردمی در دره فرخشان جان باختند. به گفته منابع محلی صدها نیرو در بخشی از ولسوالی حضور دارند، اما برای مهار تهدیدها وارد عمل نمی‌شوند. هیچ اراده اینا برای جنگ ندارن، برای واپسگیری مناطق از دست رفته ای که در کنترل گروه طالبان هستن ندارن. عملیات به شکل سازماندهی شوه که کوچه به کوچه بریم، فقط هم کوچه یک نفر بزنیم، نه سلاح سکیلر استفاده کنیم، به خاطر از او که به مردم ملکی آسیب نرسه. در این میان از رویارویی نیروهای امنیتی با طالبان در غزنی، بغلان و تخار نیز گزارش شده است. منابع محلی در هلمند از بیرون شدن نیروهای امنیتی از ولسوالی مارجه خبر دادند. خلق بدیر بد حالت کلی، خاصتن دیر من خلق بدیر بد حالت کلی، شهر خلق بدیر بد حالت کلی. با این همه شماره از باشندگان ولایت بدخشان، تخار، کندز و بغلان اینجا در کابل خیمه تحصن برپا کردند. آنان از حکومت می خواهند که به زودی عملیات نظامی در برابر طالبان آغاز کند. اگر دولت رسیدگی با مشکل مردم به ما کرد، خوب و بهتر در غیر صورت ما جاده ها را می بندیم و مشکل قوی و کلانی را بر امنیت نظامی این روزی کابل به کار خواهیم بست. راه اندازی عملیات تصفیهوی، حملات هوایی به خاطر شکستاندن حلقه محاصره اطراف شهر طالقان. در این روزهای عید هم عملات خودش طالبا داشته. عملات خودش داشته و از طرف نیروهای امنیتی ضربات برشان وارد شده، نتونستن پیش بیاین. در هرات هم در 3 روز گذشته از هیچ گونه درگیری میان نیروهای دولتی و طالبان گزارش نشده است. در جریان 3 روز گذشته هیچ گونه رویداد امنیتی در ولایت هرات اتفاق نیفتاده. با این همه وزارت دفاع ملی از کشته شدن 11 طالب در ولسوالی ژرای کندهار، 11 طالب در لوگر و 2 تن دیگر در ولایت کندز خبر داده است. از سوی هم سفارت آمریکا در کابل با پخش خبرنامه از طالبان خواسته است که خشونت ها را پایان داده و با حکومت افغانستان صلح کند. طالبان هم گفتند که در شماری از بخش ها دستاوردهایی داشتند. نزدیک به 50,000 زخمی در 6 ماه گذشته از سوی کمیته صلیب سرخ در افغانستان درمان شدند. مسئولان این کمیته مددرسان میگویند که روزانه تا بیش از 200 تن نیاز به درمان جدی در نتیجه درگیری ها دارند که بیشترشان غیر نظامیان به شمول زنان و کودکان هستند. این نهاد در گزارش تازه افغانستان را مرگبارترین کشور برای غیر نظامیان گفته است. در همین حال کمیسیون حقوق بشر از طرف های درگیر جنگ میخواهد تا برای جلوگیری از تلفات غیر نظامیان اقدامات عملی را روی دست گیرند. رفیع صدیقی گزارش می‌دهد. با افزایش تلفات برخواسته از نبردها در کشور، کمیته جهانی صلیب سرخ در تازه‌ترین گزارشش گفته است که در جریان 6 ماه گذشته نزدیک به 50,000 تن را که در نتیجه درگیری‌ها در افغانستان زخم برداشتند، برای درمان کمک کرده است. این کمیته تأکید کرده است که افغانستان یکی از مرگبارترین کشورها است و بیشتر قربانیان زنان و کودکان هستند که در بخش‌های جنگی زندگی می‌کنند. د سک کال پښپغو میاشو کې د سره سره نړیواله کمیټه د جګړې له 9500 تنه تپیانو سره مرسته کړې ترڅو له هغوی سره نو درملنه یو شي. په دې معنی چې هر ورځ په منځنۍ توګه 200 تنه له دردونکو تپونو څخه درملنه وجودي پاملرنې ته اړتیا درلوده چې ښه ژوند کې بدلون راولي. در همین حال کمیسیون حقوق بشر افغانستان از ادامه کشتار غیر نظامیان ابراز نگرانی می کند و از طرفهای درگیر جنگ می خواهد تا برای جلوگیری از تلفات غیر نظامیان اقدامات عملی نمایند. حقوق بشر دوستانه بین المللی از طرف گروه طالبان به خصوص و در موارد از طرف نیروهای امنیتی افغانستان مراعات نمی شود. بنابراین خوب است که اعلام آتش بس فوری شود و خشونت ها به صورت کامل متوقف شود و اختلاف های سیاسی شان از طریق گفتگو و مذاکره حل شود. با این حال همزمان با تلفات غیر نظامیان در نتیجه درگیری ها، هزاران خانواده در بسیاری از ولایت های کشور به علت تهدیدهای امنیتی خانه هایشان را ترک کرده و در وضعیت بدی به سر می برند.
شماری از رسانه‌های آمریکایی در نامه‌ای از جو بایدن خواستند تا افغان‌هایی که با رسانه‌های آمریکایی در افغانستان کار کردند به آمریکا انتقال داده شوند. این رسانه‌ها ابراز نگرانی کردند که پس از خروج نیروهای خارجی جان همکاران افغانشان با تهدیدهای جدی مواجه است. در همین حال شماری از خبرنگاران افغان تاکید می‌ورزند که ادامه نبردها روی فعالیت‌های کاریشان تأثیرات منفی به جا گذاشته و بیشتر خبرنگاران با خودسانسوری روبرو شدند. رفیع صدیقی گزارش تهیه کرده است. در پی نگرانی ها از بدتر شدن اوضاع امنیتی، شماری از رسانه های امریکایی با ارسال نامه ای از جو بایدن رئیس جمهور امریکا خواستند تا آن افغان هایی که با این رسانه ها در افغانستان کار کرده زمینه انتقالشان را به امریکا فراهم سازد. در این نامه نیویورک تایمز، واشنگتن پست، سی ان ان، لس آنجلس تایمز و چندین رسانه دیگر نگرانی هایشان را همزمان با خروج نیروهای خارجی از افغانستان ابراز کرده و گفتند که کارمندان افغانشان با حملات انتقام جویانه گروه های مسلح مواجه هستند. متاسفانه وضعیت اطلاع رسانی و کار خبرنگاری در افغانستان روز به روز بد و بدتر شده رفته. ما شاهد از این هستیم که تعداد زیاد خبرنگارا ولایت خود را ترک کردند. تعداد از خبرنگارا حتی افغانستان را ترک کرده که مایه نگرانی بر ما و جامعه رسانه‌ای در افغانستان است. وضعیت کار خبرنگاری در افغانستان با چالش‌های زیاد مواجه است و خبرنگاران تهدیدهای امنیتی را چالش بزرگ در کار اطلاع رسانی به مردم عنوان می‌کنند. در اوضاعی که فعلا است وضعیت کار خبرنگاری درست است با مشکلات زیاد مواجه هستیم. تهدیدهایی است خصوصا به بانوایی که در رسانه ها کار میکنن. اما یک موضوع دیگه است که دشمنای آزادی بیان با این کارایشان، با این تهدیدهایشان، با این که همسنگرای مردم هدف قرار میتن ترور میکنن، به این فکر خود بودن که صدای آزادی بیان خاموش کنن. اما این یک کاری است که ناممکن است. ادامه جنگ و افزایش جنگ تأثیر بسیار زیاد بالای کار رسانه‌ای در افغانستان گذاشته. متاسفانه طرف‌های درگیر جنگ پابند به قانون جنگ نیستند. از همین رو ما در سال گذشته بهترین خبرنگارای خود را از دست دادیم. بر بنیاد گزارش نهادهای مدافع رسانه‌ها و خبرنگاران، افغانستان یکی از خطرناکترین کشورهای جهان برای کار خبرنگاری است و در یک سال گذشته بیش از 10 خبرنگار جانهایشان را از دست دادند. بسیار مهم است که طرف‌های درگیر در افغانستان توجه داشته باشند و امنیت جانی و امنیت کاری خبرنگاران در افغانستان. پیش از این واشنگتن پست برای انتقال شماری از خبرنگاران بانو، فعالین مدنی و سیاسی زن کارت سبز نشان داده و در کنار این صدها تن از کسانی که همچون مترجم و کارمند با نیروهای خارجی کار کردند از افغانستان بیرون کشیده می شوند. باشندگان ولایت پکتیا می گویند که در بخش های زیر اداره طالبان برای تجلیل از روزهای عید رفتن نمی توانند. جاهایی که به گفته این مردم از زیبایی های طبیعی برخوردار است. از سوی هم این باشندگان گردیز می گویند که در تمام شهر تنها دو تفریگاه وجود دارد که آن هم به دلیل وجود اداره های دولتی جای مناسبتی ندارند. صدها تنی که به دلیل نبردهای اخیر آواره شدند اینجا در قلب شهر گردیز در یک تفریگاه گرد آمدند. بسیاری از بخش‌های این تفریگاه تخریب شده و جای مناسبی ندارد. جوانان میگویند که در عیدهای گذشته به بخش‌هایی که زیبایی‌های طبیعی برخوردار بود می‌رفتند، اما پس از تصرف آن بخش‌ها از سوی طالبان حالا به آن بخش‌ها رفته نمی‌توانند. په پکتیا کې د ملو د پاره تل سپینه شګه د زاریو بل سورې وا چې هغه بد وخت نه وځي د طالبانو لاس تل ودل دا او د هغه د پر د خلکو د ملو د پاره چې ډېر بر تل هغه جوب ځای او سیمه سپینه شګه وا مخ کې خلک ډېر د دولت سره ډېر خلک خوشاله و ځکه هغه سیمه چې د دولت تر کنټرول لاندې وي خلک به همیشه غلطه دي تفریح لپاره ډاډه زړه تلل اوس خلک زړه نه کوي ځکه لارې نام نشوي دي ولسوالۍ سکوت کړی. مردم با انتقاد از حکومت میگویند که در سالهای گذشته هیچ توجهی به ساخت مکانهای تفریحی در این بخش نکرده است. با امنیت چه جور و ولسوالی تا خلق با اکثر خلق بود لاړل ز زیاریوب تا اوس خو اغال تم ولسوالی سکوت شوی دی دی تفرید پر یوازینه زای چې مونږی لرو هم دغه د نور ولایت کې پارکونه دی خلق سره گزاري کړي د نو پکتوالو ها او غټ تجاران او ولی صاحبانو نو داس وکلان نو هم دهیله ده پکتیاک سره گزاري. تلاش کردیم تا دیدگاه شهرداری پکتیا را درباره نبود تفریحگاه‌ها بگیریم اما موفق نشدیم.
هیات های مذاکره کننده صلح دولت و طالبان در دوحه در دیدار بر تسریع روند مذاکرات صلح توافق کردند. هر دو هیات در اعلامیه می گویند که گروه های تماس دو طرف در این نشست بر دوام، سرعت و موثریت گفتگو تاکید کردند. این در حالی است که هیات های جمهوریت و طالبان همدیگرشان را به زیای وقت در مذاکرات صلح متهم ساختند. های مذاکره کننده جمهوریت و طالبان در دوحه می گویند که گروه های تماس دو طرف در یک نشست بر تسریع تداوم و مؤثریت مذاکرات صلح تاکید کردند. امروز رهبری و اعضای هیئت های مذاکره کننده دو طرف با هم دیدار داشتند و در این دیدار روی ادامه مذاکرات، سرعت و همچنان مؤثریت بهتر و بیشتر مذاکرات بحث تفصیلی صورت گرفت. در این حال یک عضو هیئت مذاکره کننده طالبان مذاکرات صلح را تنها راه پایان دادن به چالش های کنونی می داند و برای اعتماد سازی رهایی زندانیان دو طرف را مهم می داند. هغه هر لار چې وجهه ته اشاره کوي چې یو سولیز حل پاغه کې راځي موږ به هیڅکله د هغه ممانعت ونه کړو، هغه ته موږ هرکلی وایو او کوشش به کوو چې هغه ته ځان ورسو او خبرې ورسره وکړو. در حالی که فرستاده ویژه روسیه برای افغانستان گفته است که طالبان برای دستیابی برای حل سیاسی آماده سازشند، اما حکومت افغانستان در واکنش به این گفته ها از روسیه می خواهد که اگر نشانه از آمادگی طالبان برای حل سیاسی مسئله افغانستان می بیند با کابل شریک بسازد. تا لحظات دیگر دوباره برمی گردیم. دوباره خوش آمدید و این هم چند خبر کوتاه از جهان. در پی بارندگی به پیشینه و سرازیر شدن سیل در مرکز چین دست کم 30 نفر جان خود را از دست دادند. گفته شده که بارش باران شدید در بخشای این شهر ادامه دارد. حدود 400 هزار نفر مجبور به ترک خانه هایشان شدند. برق این مناطق از روز سه‌شنبه که سیل آغاز شده قطع است. محققان چینی هشدار دادند که تغییرات اقلیمی باعث افزایش باران‌های غیر قابل پیش‌بینی و بسیار شدید خواهد شد. دست کم 12 نفر از کشته شدگان مسافرانی هستند که با مترو از شهر جنگجو سفر می‌کردند و در اثر ورود آب به واگن‌های مترو کشته شدند. گزارش‌ها از خوزستان ایران حاکی از تظاهرات در شهرهای مختلف از جمله مسجد سلیمان، اهواز، الهایی، بهبان، دزفول و بروز درگیری‌ها در برخی از این نقاط است. گزارش‌ها حاکی از استقرار نیروهای ضد شورش در شهرهای سونزگرد و ایزه است و کاربران شبکه‌های اجتماعی و شاهدان عینی گفتند که اینترنت در شهرهای اعتراض محور قطع شده است. این اعتراض‌ها به خاطر بی‌آبی 7 روز پیش آغاز شد و تا حالا هم ادامه دارد. تا لحظات دیگر دوباره برمیگردیم. و حال هم یه خبر اقتصادی. در سال جاری میزان کاشت شالی در هرات 50% کاهش یافته است. خشکسالی دلیل اصلی این کاهش گفته شده و خسارات زیادی به کشاورزان وارد کرده است. مسئولان اداره زراعت و مالداری هرات میگن به دلیل نبود آب کافی کشاورزان مجبور شدند که نیمی از زمینهای زراعتیشان را شالی کشت نکنند. محسن کریمی گزارش میدهد. کشاورزان در ولسوالی های نزدیک به شهر هرات و در حاشیه رود هریرود امسال خیلی کم شالی کشت کردند. نبود آب کافی برای کشاورزی سبب شده است تا میزان کاشت شالی یا برنج تا 50% کاهش پیدا کند. ریاست زراعت و مالداری هرات میگوید خشکسالی های امسال خسارات هنگفته به کشاورزان وارد کرده است. سال گذشته تقریبا حدود 14000 هکتار ما سطح کشت شالی ما در هرات بود. امسال ما تقریبا به 6000 هکتار در سطح هرات رسیده. یعنی 50% کشت شالی هم تقلیل پیدا کرده. فقط کشت شالی کسایی کشت کردن که مثلا به ولسوالی چشت و سربندها وجود حضور دارن. کشاورزان در ولسوالی های انجیل و گذره بیشتر مصروف کشت شالی هستند، اما امسال باران کافی نبارید تا کشاورزان بتوانند همانند سالهای گذشته شالی کشت کنند. از 14000 هکتار زمین تنها 6000 آن شالی کشت شده است. پارسال امیت بود که به فضل و رحمت خدا اگه بالا این پلوشا و تر رولم بکشتیم شری میشو. یعنی امسال امید نی اگر راست حقیقت بپرسیم همون که ما شما میبینیم که ما میجوگا این پلار به نوالشونی دادیم. هر سال امی کشت شالی را امی 4 جریب یا 5 جریب امی منطقه هر دهقان 5 جریب یا 6 جریب میکنه. ما از می او کمی مقدار او جو داریم، کمی هم سولار داریم و برقه.
میزان بارندگی امسال در هرات حدود 100 میلیمتر بود، در حالی که همساله تا 250 میلیمتر باران میبارد. به همین دلیل کشاورزان نتوانستند که به گونه گسترده قلجات کشت کنند. با آنکه بیشتر دهقانان در قسمت کاشت و برداشت محصولات زراعتیشان در حال حاضر آموزش دیده هستند، اما خشکسالی ها دهقانان را نسبت به کشاورزی دلسرد ساخته است. 70% دیاغین ما فنی و مسلکی شده در بخش زراعت و کشت و زراعت نا خوب رشد کرده و متاسفانه باز یک مشکلی که در بخش کشاورزی دارن دیاغین ما مارکت مناسب ندارن. ولسوالی های گذره، انجیل، پشتون زرغون، اوبه و چشت شریف بیشترین کشت شالی را دارند، اما امسال سطح کشت در این ولسوالی ها به گونه بی سابقه کم شده است. و حال چگونگی بهای ارزها در بازارهای امروز کابل؟ لحظات دیگر دوباره برمی‌گردیم. و این هم رویدادهای ورزشی در گزارش از عبیدالله انوری. مهدی یاوری نماینده رشته نشانه‌زنی افغانستان در بازی‌های المپیک ژاپن تمرینات خود را در توکیو انجام داد. این میله پوش نشانه‌زنی کشور قرار است یک جلسه تمرینی دیگر نیز برگزار کند. یاوری که در 24 ماه روان میلادی نخستین رقابت رسمیش را برابر حریفان انجام خواهد داد، آب و هوای گرم این روزهای ژاپن او را اندک با چالش روبرو ساخته است. یک تمرین دیگه داریم قبل از مسابقه شروع شود که در سعی می‌کنیم آمادگی 100% پیدا کنیم. فهیم انوری نماینده شنای کشور اما میگوید از آمادگی‌های خوب برخوردار است. او در بخش 5 متر شنای آزاد برابر حریفانش وارد رقابت خواهد شد. تمرینات ما ادامه داره، خوشبختانه تغییرات پیشرفت است کرده میریم و امیدواری زیادی است. همونطوری که شما در جریان هستین، 6 ماه در کمپ تمرینی در روسیه به سر می برد و اینجا هم تا روز مسابقات همه روزه تمرینات داشت، در 2 تایم صبح و بعد از ظهر ادامه داره. کیمیا یوسفی و شاه محمود نورزهی دو میله پوش اتلتیک کشور نیز آخرین تمرینشان را در اردوی تمرینی پانزاروده فوکاکای ژاپن انجام دادند. دونده های کشور در توکیو در بخش 100 متر برابر حریفانشان روی تاتار وارد رقابت خواهند شد. گفتنی است که فرزاد منصوری میله پوش تکواندوی کشور اما در وزن مثبت 80 کیلوگرم در شیابچانگ المپیک 2020 رقابت خواهد کرد. در نخستین دور از بازی‌های مرحله گروهی فوتبال مردان در المپیک 2020 توکیو، در نخستین بازی از گروه C اسپانیا و مصر به مساف هم رفتند که این بازی با تساوی بدون گل به پایان رسید. در بازی دیگر از گروه A، فرانسوی‌ها برابر مکزیک با نتیجه 4-1 تن به شکست سنگین دادند. و حال چگونگی هوای فردا در کشور؟ و برای دیدن برنامه های ما به وبسایت arianonews.af مراجعه کنید. با پایان مجموعه خبری 8 رسیدیم. خداوند نگهدارتان.